عبرانیان فصل دهم. شریعت موسی تصویر کامل از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می داد. مثلا سال به سال مطابق شریعت همان قربانی ها را تقدیم می کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. اگر این عبادت کنندگان فقط یک بار از گناهان خود پاک می شدند، دیگر خود را گناهکار نمی دانستند و تمام این قربانی ها از بین می رفت. اما در عوض این قربانی ها همه ساله گناهان آنها را به یادشان می آورد. زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمی تواند گناهان را برطرف نماید. به این جهت وقتی مسیح می خواست و دنیا بیاید فرمود: تو خواهان قربانی و هدیه نبودی، اما برای من بدنی فراهم کردی. از قربانی های سوختنی و قربانی های گناه خوشنود نبودی. آنگاه گفتم ای خدا، من حاضرم و چنان که در کتاب مقدس آمده است، من آمدم تا اراده تو را به جا آورم. او اول می گوید خواهان قربانی و هدیه و قربانی های سوختنی و قربانی های گناه نبودی و از آنها خوشنود نمی شدی. با وجود این که اینها مطابق شریعت تقدیم می شوند، آنگاه می گوید من آمدهم تا اراده تو را به جا آورم. به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای آنها برقرار ساخته است. پس وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشتیم. هر کاهن همه روزه پیش قربانگاه می ایستد و خدمت خود را انجام می دهد و یک نوع قربانی را بارها تقدیم می کند، قربانی که هرگز قادر به برطرف ساختن گناه نیست. اما مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست و در آنجا منتظر است تا دشمنانش پای انداز او گردند. پس او با یک قربانی کسانی را که خدا پاک و مبارک می کند برای همیشه کامل ساخته است. در اینجا ما گواهی روح القدس را نیز داریم. او پیش از همه می گوید این است عهد که پس از آن ایام با آنان خواهم بست. خداوند می فرماید احکام خیش را در دلهای آنان می گذارم و آنها را بر افکارشان خواهم نوشت. و بعد از آن می فرماید من هرگز گناهان و خطایای آنان را به یاد نخواهم آورد. پس وقتی این گناهان آمرزیده شده اند، دیگر نیازی به قربانی گناه نیست. پس ای برادران، به وسیله خون عیسی مسیح ما اجازه یافتیم که با شجاعت از راه تازه و زنده که مسیح از میان پرده بر روی ما باز کرده است، یعنی به وسیله بدن خود او، به قدس الاقداس وارد شویم. چون ما کائن اعظمی داریم که بر خاندان خدا مقرر شده است، از صمیم قلب و از روی ایمان کامل دلهای خود را از اندیشه های گناه آلود پاک ساخته و بدنهای خود را با آب خالص بشوییم و به حضور خدا بیاییم. امیدی را که با آن اقرار میکنیم محکم نگه داریم، زیرا او که به ما وعده داده است به وعده های خود وفا میکند. برای پیشی جستن در محبت و اعمال نیکو یکدیگر را تشویق کنیم. از جمع شدن با برادران در مجالس کلیسایی غفلت و غیرحاضری نکنیم، چنان که بعضی ها به این عادت کردند، بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصا در این ایام که روز خداوند نزدیک می شود. زیرا اگر ما پس از شناخت کامل حقیقت قصداً به گناه خود ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی برای گناهان ما باقی نمی ماند، بلکه فقط دورنمای وحشتناک روز داوری و خشم تباه کن که دشمنان خدا را می سوزاند در انتظار ماست. اگر کسی به شریعت موسی به اعتنایی می کرد، بدون دلسوزی و گواهی دو یا سه شاهد کشته می شد. پس اگر کسی پسر خدا را تحقیر نموده و خونی را که عهد بین خدا و انسان را اعتبار بخشیده و او را از گناهانش پاک ساخته است ناچیز شمارد و به روح پرفیض خدا به حرمتی نماید، با چی جزای شدیدتری روبرو خواهد شد؟ زیرا ما می دانیم کیست آن که گفت انتقام از من است، من تلافی خواهم کرد و خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود. چه هولناک و ترس آور است افتادن در دست های خدای زنده.
شما باید ایام گذشته را به یاد آورید. وقت نو از نور روشن شدید و رنج‌های زیادی دیدید و استوار ماندید. شما بارها پیش مردم در بی‌حرمتی و بدرفتاری گرفتار بودید و گاهی با کسانی که چنین بدی‌ها را می‌دیدند شریک و سهیم بودید. شما با زندانیان هم درد بودید و وقت مال شما را به زور می‌گرفتند با خوشرویی آن را قبول می‌کردید، چون می‌دانستید که صاحب چیزی هستید که به مراتب بهتر بوده و تا به ابد باقی می‌ماند. بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا اجر بزرگی به همراه خواهد داشت. شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا اراده خدا را انجام داده برکات وعده شده را به دست آورید، زیرا که دیگر طول نخواهد کشید و آن که قرار است بیاید خواهد آمد و دیر نخواهد کرد. و خداوند می فرماید: شخص عادل با وسیله ایمان زندگی می کند، اما اگر کسی از من رویگردان شود از او خوشنود نخواهم بود. ولی ما جز آنان نیستیم که رویگردان شده و هلاک می شوند. ما ایمان داریم و این ایمان برای نجات جانهای ماست.